سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همجا کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک اخبار رپی دیگه. قرار با هم بررسی کنیم اخبار هفته اول مهر ماه 1403 رو، ببینیم چه اتفاقاتی بوده به علاوه کوکتل بیلبورد. برو بریم که با هم این اخبار رپی رو داشته باشیم. قبل از اینکه اخبار رو شروع کنم، خیلی ها گیر میدید به این سیبیل من، میگین که بلادی شدی و فلان و اینا. اولا که من یک 3 سالی هست که هر چند وقت یه بار سیبیلم رو اینجوری میزنم، اونم یه دلیلی داره. کلن اگر منو بشناسید میدونید که من زیاد نمیتونم یه شکل باشم، میره رو مخم و برای همینم موه بلند دوست دارم، چون هی میتونی مدل‌های مختلفش بدی و اینا. برای همین هی هر چند وقت یه بار تغییر قیافه میدم. از اونورم ریشه‌امو میزنم، خیلی بهم نمیاد، ولی سیبیلا رو میزنم ریشه هست، باز قابل تعامل تره. بنابراین اینجوری هیچ ربطی به بلاد و این داستان نداره. 3 سالی هست که این داستان هست. بگذاریم بریم دوتا اجرا ببینیم که از سیا و سجادشاهی به ترتیب که توی فضای مجازی به عنوان دیس و دیسبکشون به هم داره دست به دست میشه. البته که سجادشاهی یه پست گذاشت مثل اینکه ریپورت کردن و پستش آوردن پایین. میبینیم با هم. فقط این نوزگان داشته تو یا خلاص شه تو فام، برم میاد تو فام، رقم سیه رقمم رفت بالا، کفم تو لباس کفتارو تو روی محل وسادم دست خالی، بعد خامشو مسعد گالا میکنم تکریبی، خیابون میگم تکریبی، برا من فردینی، خاک کردنم کار فردینی، نمیترسم هیچی، همه چی رو شروع کردم هیچی، برا میچوق دینی، او دم مک زنده میشم 50، سرم زیر آب نمیره، سیاه باخ نمیده، که از سکانم الان میخواد پال بگیره، دیمو جواب نمیدم، به گندتون بگو که تماس بگیره. ای، الان آپم، نوکه هرم پس خاره آپم بوده یکم داشت یه وقت پسل بگی مخلتم آخه دافت کت امیده اوکی بدم آخه فهمیدیم با ما بدین دست به صرفه کلماتم تلاس تو گنج نشستم آخرین چاقالی که رو حرفم حرف زد شد گر بگیر خودش مون فکش در رفت سر کونه جایزه تو محلمون میکنم تلکتون کنده تلکتون سنگینه باید حزمش کنی پلش بکون عدد و نه تا منو گوش میدن تو محلتون اگه فکری بهتری پسر همش فریکه یه آلبوم دادم کل ایران شاهی ریپیته تا هران ترکام لیته دشمن دیلیته اگه با تال نمی کنم سر فیس کیریته. اجرا با هم دیدیم تو هفته گذشته یک خبر هولناکی داشت دست به دست میشد شایعه طور و اونم اینجوری بود که میگفتن حکم امیر تتلو اومده و اونم اشد مجازاتی که همون اعدام میشه، اما خب خوشبختانه وکیلهاش اومدن اینو رد کردن، گفتن همچین چیزی نیست. اما دو تا از همکارانش که دمیرچی و خیشکار باشن که قسمت کاور آرتا رو داشتن توی تیم امیر تتلو و اون کاور آرتا رو میزدن 2 سال حبس خوردن، در حبس هستن. امیر اپیکور هم به این داستان واکنششون داد، یک وایس گذاشت، همچنین یک تماسی داره دست به دست میشه که میگن صدای دمیرچیه که برای پوریا پوتک فرستاده که حمایت کن و هوای ما رو داشته باشه این داستان ها. این واسه نارفیقا بود و این واسه خائنا، دارن خرتون میکنن با بوی گوشنگتون میپره نیم کیلو بکنید جا به جا. ویدیویی که دیدیم از جیدال بود در حال گوش دادن به آلبوم فدایی که توی پیج رسمی که برای آلبومش یعنی ابرهای نقره 3 درست کردن پخش شده بود و این شایعه رو ایجاد کرده بود که فدایی هم تو این آلبوم هست. به این شایعات واکنششون داد جیدال، یه وایس گذاشت گفت آقا دوست دارم باشه ولی همچین چیزی هنوز نیست. سلام به برعکس چنل تلگرام جیدال، امیدوارم حالتون خوب باشه بچه‌ها. یه موضوعی پیش اومده، گفتم یه وایسی بگیرم راجعش یه کوچولو اینجا توضیح بدم. چند روز پیش رو صفحه ابرهای نقره 3 که قراره خبرهای مربوط به آلبومو یه سری کانتنت های مرتبط با آلبوم مثلا پشت صحنه های فیلم مستندی که داریم ازش میسازیم و روش پست میکنیم، یه ویدیویی هم رفت بالا که اتفاقا تو راه رفتن استودیو هستم دارم آهنگ اشکان فدایی رو گوش میدم. تازه آلبوم بچه ها اومده بود و منم داشتم گوشش میکردم، کامرمنم ازم پرسید که ویدیو بگیرم اینم بذاریم تو مستند، که گفتم آره حتما چرا که نه. حالا میگم راجع به مستنده مفصل توضیح میدم، ولی تو مستند اتفاقا دقیقا صحنه‌هایی که از زندگی من نمیبینید و دوست دارم ببینید، یعنی روزمرم و اتفاقایی که میفته، سلایق شخصیم و چیزای اینطوری. و حالا در صورت گفتم که آره حتما بگیر بذاریمش، اصلا بعدا خواستیم پست کنیم رو صفحه‌ام بکنیم. دلیلش هم اینه که دوست داشتم حالا شما بدونین، چون خیلی هم براتون جالب شده، دیدم همش دارین سوال میپرسین با اشکان فدایی فیت داری چه جوریه داستان. من خیلی کار اشکان رو دوست دارم، خیلی وقته که کارش رو دوست دارم، یعنی تقریبا از زمان آلبوم عدل دیگه ترکاش رو دنبال میکردم و به نظرم قلم خیلی خفنی داره و امیدوارم که این حس متقابل باشه. و حالا باش صحبت نکردم هیچ موقع راجع به فیت و این صحبت ها، ولی میبینم که شما انقدر دوست دارین، چرا که نه، خودم هم دوست دارم، احتمالا یه صحبت هایی بکنیم حالا در آینده، ولی فعلا صحبتی نشده. چکرم.
صحبت از فدایی شد، فدایی یک استوری گذاشت به همراه مهدیار و اعلام کردن که صفحه 1500 تصویر برای همیشه بسته میشه و اگر چیزی لازم دارید برید وردارید. یک توضیحاتی هم دادن که اینجا دارید میبینید. نکته جالبش اینه که اون زمانی که میگفتن مهدیار و فدایی پشت این پیج هستن گردن نگرفته بودن اینو، میگفتن همچین چیزی نیست، ولی الان خبر بسته شدنشو مهدیار و فدایی میذارن که خیلی اینجوریان که او پس اون موقعی که هیچ کس میگفت درست میگفت. نظر شما چیه؟ ترک از ما میگه از هودادکا و اشکان کاگان 1 میلیونی شد توی ساندکلاد، این 5 میلیونی هوداده. ترک کی از پوبون و آرتا که یه قسمتش هم یه کوچولو جنجالی بود مخصوصا با اون اکتی که توی کنسرتش آرتا کرده بود، 2 میلیونی شد توی 130 روز توی کجا؟ اسپاتیفای. موزیک نوازش امیر تتلو 11 میلیونی شد روی یوتیوب. پروژه‌ای که بالای 10 میلیون باشه خیلی داره روی یوتیوبش، دمش گرم. فری استایل پارانویا هم از امیر خلوت 1 میلیونی شد توی اسپاتیفای، این 5 میلیونیش هست. یه نکته جالبی که هست بعد از این اتفاقاتی که داره میفته و فرق ویوهایی که آرتیست ها روی پلتفرم‌های مختلف دارن، خیلی نشون میده که عیار اون مخاطبایی که حالا توی ساندکلاد یا اسپاتیفای هستن به صورت مجزا چجوریه. این نکته جالبیه که میشه فهمید. کلا جالبه، یعنی یه سری از موزیکا رو داریم می‌بینیم که تو ساندکلاد خیلی اتفاق نمیفته، تو اسپاتیفای میترکه و برعکس، و این نشون میده که خیلی متفاوتن مخاطبای این دو پلتفرم و فکر می‌کنم یه ذره کمک می‌کنه به بعضی از آرتیست‌های جدید که توی کدوم سایت میخوان فعالیت کنن، کدوم قسمت فعالیت کنن و تمرکزشون رو بذارن رو کدوم پلتفرم. در ادامه بقیه ترک هایی که این هفته میلیونی شدن، آخرین بوسه از شاهین نجفی و بابک امینی هم در اسپاتیفای 1 میلیونی شد، اینم 7 میلیونی شاهین نجفی در اسپاتیفای. ترک کوالا از کوروش که با همکاری سپر خلسه و ام جی بود با انگسازی اسکاد سورچ 1 میلیونی شد، 7 میلیونی آلبوم 420 جلد 2 هست. فکر میکنم با این ترک 44 تا میلیونی رو اسپاتیفای داره کوروش. عرفان یک ویدیو از خودش منتشر کرد توی کانال یوتیوبش که پرسش و پاسخ بود. اون تو اعلام کرد که توی ساید دوم آلبوم خورشید با آرتا همکاری داره که برای اولین بار هست. زیرو تونه بانکی تو کانال تلگرامش همچین پستی گذاشت که اشاره میکنه که ترکی داره با سعید دهقان به زودی. علی جیدال یه همچین استوری گذاشت، اعلام کرد سینگل ترک بعدی ابرای نقره 3 با همکاری سمیلو و پارسو سیمسونه که اواسط مهر منتشر میشه. بگو دارن شک بمون کیا، لاتی پر نکن رفیقا من همه لوتیا، گرفتن فاز پهلوونی بچه کونیا، منطفم ولی عوض نشد تبک موزیکا. گفتیم آقا ابو مرده، گفت به تخم چپم زلیل مرده، گفتیم آقا زغال شده، گفت مهمی بگی زمین خورده. دیدی شده ما کامل، لبریز صبرم آسانه، یا ینگ لاین باندا میشم بام پاره. اشکافی من بچه کف پایینام، کشتم اعتماد و قلبم می آلیا، شدن اولد قدیمی شب ایتالیا، با فلو میبرم میدوزم مثل کاچیران دانیال. دوستانم بمیرم تو جو، پیدام بکنه سوپور، با منم توف کنه تو رو، تاپ کنم بهم نده حقوق. Pretty got that tool just in case I ain't got my blam on me. I don't fuck with snakes so I be on my damn lonely. Benjamin Franklin, yeah that's my damn homie. میام رو اسمت، یو هول کنم کال کنم اسه، سیگارم نصفه توی لیوانه بغلم، فکرت میگادش من اون زود رفت، قرمز میبینه چشام، تکس مس 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 بهم میده، نمیرسه برگشت خیلی را. بچی روی اصلا میخوام بشم تنها، چه میپرسن ازم دارم هنوزم، جهت شده مصدف هنوزم، قفچیه من دستم کلیده، یو دیدی دوشاخمو کردم پیریزت، قلبم فلس تو مغزم فریج، من اینم چغال ببین بچم چی میشه، تیز میپیچم فستم فریز، میپیچه تو کل خیابونا، با جی میرم بالا ارتفاع رو این هیلا، یه دستم کوش دستم هم گیلا سگه، دروازی نیستم من دفعهمش پیشم اینه بیس بم بم، لطفا مالا بیس بم، نه اگه ایرانی هم نباشه که ریسکم ده. خیلی شبانی سال من خوب، ولی مجبورم باشم قوی، صورتم خوب اشکای من رود، ولی بس چیه دیگه بس ندارم، همه صف شدم پشت سرم حرف درارم، همه روزا واسه تو هرچی شب برا من، وقتی خنده رو لبات غم ندارم، به این فکر میکنم زندگی دیگه واقعا نداره برام مزه،
من یخ زدم، وگرنه نگران نباش مطمئنه مشکل نداره دم و سنجه. نمیشه که به هم نده کش طرف حک محمده، میکنه تو اتاق منو میگه بیا تو دم در بده. واو دفعه تو دانس او عاشق بلانت او، بدشانسی شاید از بستم بر هر کاری کردم اومدن دستم بر زد. داره ریسپیک آخه گنگ تو عمله نه به سیسکه ترین سمتر کانابیسه میپاچونه مغز تو پزیاد ریسکش. جلو شیکم پاپولیستن یا نولید دنبال رابط جیوپولیتیک نفهمیدی مگزیستانسیالیسته ای هومونیستی ته تو ته تهوری تقه تو برسا میذارم یه کد شخصی که همه حال کنم ولی فقط تو بفهمیش. دیدم عکسای بچلر تو با یه فیک پیج همه میخندیدن تو میکردی. خب بود از اخبار رپی و کوکتل بیلبورد این هفته. به نظر شما بهترین ترک کدوم بود؟ دو سه تا پروژه رو من خیلی دوست داشتم، یه دونه پروژه مهیار بود، یه دونه هم همکاری کچی بیتس و سینا مافی بود که چقدر حال و هوای تیک تاک قدیمو داشت، منو یاد اون موقع انداخت و خیلی چسبید. به نظر شما بهترین ترک کدوم بود؟ بنویسید تو کامنت ها. دمتون گرم، امیدوارم که لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.